من حرفم یه سوال دارم از دوستان. اگر واقعا شما به پروتکل اعتقاد داریم و باور داریم و لازم الان انجام بشه، مگر این نوروز بازدیدها و مسافرت سر جاش نبود؟ مگر الان نگفتین مدارس باید وا بشه؟ مگر نگفتین همه چی حضوریه؟ مگر این آدم و این انسانو از بازداشتگاه سپاه نبردین اوین، از اوین نبردین تهران بزرگ، از تهران بزرگ نفرستادین اینجا؟ جابجا کردن یک انسان ظرف یک ماه و نیم از اسارت زندان و بعد توی انفرادی که خودتون میدونید جهنمه، یعنی کثافت میباره ازش، آب توش نیست، هواخوری نداره، تلفن نداره، با کسی نمیتونه ارتباط بگیره. لیوان یه بار مصرف امروز اینا نمیشد وقتی لازم این تماس از زندان رجای شهر میباشد. لیوان توی انفرادی، تو توی سالن انفرادی، نه هنوزم توی انفرادی نیامده بودیم، پیدا نمیشد. سازمان زندان ها اینا رو گوش کن، کلاته بذار بالاتر، جست چیز میگیری، حقوق بشری میگیری، ابراهیم رئیسی برمیگردی میگی ما حاضرین در زندان همون رو وا کنیم، همه برن ببینن، به شرطی که اونا هم در زندان هاشون رو وا کنن. اونا در زندان هاشون رو وا نکردن، تو براشون بیانیه نگرانی صادر میکنی. اونم کسی که از زندان فرار کرده بود از زندان اسرائیل، یا اونی که اعتصاب کرده بود به خاطر اینکه اینترنت سرعتش توی زندان کمه، برای اونا حمایتی و بیانیه و نگرانی صادر میکنید. آقا محمدی اومد، مسئول همه اینا برای محمدیه، میخوان تلفن ها رو قطع کنن. اگر ما صدای نشینیم، ما چهارتا با هم اعتصاب هم هستیم. در زندانتون رو باکنن، شیخ ابراهیم رئیسی حیثیت نداشتتون میره، کثافت خونه است داخل زندانتون. هر کاری که میخواین با زندانی ها میکنید، بعد میگید نیروی سرخود بوده. اگه نیروی سرخود غلط میکنید داخل زندانتون نگهش میدارید. ما بعد از سه بار مخاطبه و درخواست که آقا این آقا رو بدینش به ما، آخرم خودمون سرمون اومد توی انفرادی، الان توی انفرادی هستیم. ایرادی هم نداره، ما اعلام اعتصاب میکنیم تا زمانی که برگردیم داخل سالن، اونم با زرتشت احمدی راقه. مسئول هر اتفاقی هم بیفته با ولی محمدیه. خب